هستم، توی تمام اون سالها تحت آزار قرار گرفته بودم توسط آدمای مختلف، پیشنهادهای مختلفی میشد. یک تحقیق میگوید 90% روزنامه نگاران زن آزار جنسی دیدند. در 60 دقیقه امشب میپرسیم چگونه میتوان به آزار جنسی و سکوت در برابر آن پایان داد. این سوال من از یک جامعه شناس و یک روزنامه نگار است. همینطور در برنامه امشب، حضور در انتخابات نشان دهنده پشتوانه مردمی از نظام است، به همین دلیل موجب امنیت است. این یک. ثانیاً نشان دهنده نگرانی حکومت ایران از تحریم انتخابات، آیت الله خامنه‌ای میگوید پای امنیت ملی میان است. سیاستمداری 38 ساله پیشتاز انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در آیووا، از یک استراتژیست این حزب میپرسیم او را چقدر باید جدی گرفت. و رویارویی تیم‌های پرسپولیس و استقلال، دشواری‌های فروش بلیت صدای مسئولان هر دو تیم را درآورده. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، خوش آمدید. بر اساس تحقیقی که به تازگی انجام شده، 90% زنان روزنامه‌نگار در محیط کار و محیطی که برای تهیه گزارش با آنها رفت و آمد دارند، به نوعی مورد آزار جنسی قرار گرفتند. آزار جنسی تجربه‌ای فقط برای زنان روزنامه‌نگار ایران نیست. اغلب زنان به نوعی در محیط کار و خیابان آن را تجربه می‌کنند. آزار جنسی زنان در محیط کار و خیابان مسئله جهانی است. جنبش میتو که در سالهای اخیر جهانی شده، بیشتر بر اهمیت نقش قدرت در آزار جنسی مبتنی است. طرح این مسئله و کمک گرفتن بابت آن به دلیل پیش‌داوری‌های اجتماعی برای فرد آزاردیده همواره سخت بوده و اساساً جنبش میتو به دنبال این به راه افتاد که سکوت در این زمینه شکسته شود. واکنش‌ها به تحقیق روزنامه‌نگاران درباره آزار جنسی هم نشان می‌دهد که در ایران هنوز بحث اصلی حفظ آبرو و سرپوش گذاشتن است. در جوامع سنتی مثل ایران زوایای دیگری هم به این بحث اضافه می‌شود که امشب قصد داریم به آنها بپردازیم. اول گزارش باران عباسی. شینا شیرانی، خبرنگار و مجری پیشین شبکه خبری انگلیسی زبان پرس تیوی متعلق به دولت ایران. کسی که میگوید بارها در محیط کار مورد آزار جنسی مدیرانش قرار گرفته و چند سال پیش با انتشار یک فایل صوتی و مصاحبه با رسانه ها از معدود زنان ایرانی شد که از این آزارها پرده برداشت. آدمایی بودن که تو موضع قدرت بودن و من واقعا خودم رو توی معرض آسیب میدیدم، به خاطر اینکه یا من باید با اینا یه برخورد شدید کنم که برخورد چجوری میتونم با یه همچین آدمی بکنم. آزارهایی که به گفته خانم شیرانی به مرور زمان شدیدتر شد. من با زنم ارتباط ندارم و من به تو اطمینان دارم، من میخوام با تو این ارتباط رو داشته باشم و هر چقدر من این آدمو به هر زبونی که شده بود میگفتم نه، یه همچین چیزی امکان پذیر نیست، ولی با این حال هی حریص بیشتر شده بود. البته شوخی ها ادامه داشت، ولی من با خنده و با اینکه نرم توی آفیسشون تو اتاقشون مثلا سعی میکردم از ایشون دوری کنم، ولی به جایی رسید که اینجوری برخورد کردن که من اومدم از پشت گرفتن و منم برگشتم گفتم جیغ میزنم اگه بدم نکنی. اما شینا شیرانی تنها زنی نیست که در محیط کار مورد آزار جنسی قرار گرفته. هرچند که تحقیقات جامع و گسترده‌ای درباره آزار جنسی زنان در محیط کار در ایران وجود ندارد، تحقیقی که اخیراً ماهنامه مدیریت ارتباطات در این باره انجام داده، حاوی نتایج تکان دهنده است. این ماهنامه میگوید 59 خبرنگار زن شاغل در رسانه‌های مختلف در این تحقیق شرکت کردند. 90%شان میگویند حداقل یک بار در راه تهیه گزارش، خبر و مصاحبه و فعالیت شغلی با آزار جنسی روبرو شدند. 65% این آزارها کلامی بوده، 32% نوشتاری و 3% لمسی. حدود 1/3 این مزاحمت‌ها از سوی مسئولان دولتی و غیر دولتی بوده. حدود 2/3 خبرنگاران به این مزاحمت‌ها بی‌اعتنایی کردند. تنها 45% آزار و اذیت‌های جنسی را به مدیرانشان اطلاع دادند. پاسخ مدیران در کمتر از نیمی از این موارد آموزش راه‌های محافظت از خود بوده.
در حالی که حدود نیمی از مدیران به این گزارش‌ها بی‌توجهی کردند و 3% آنها خود خبرنگار را مقصر دانستند. همچنین بیش از نیمی از این خبرنگاران گفتند که با راه‌های محافظت از خود در برابر مزاحمت‌های جنسی آشنا نیستند. اما آزار جنسی زنان در محل کار محدود به خبرنگاران نیست و در ایران هم خلاصه نمی‌شود. اینجا در بریتانیا بر اساس تحقیقی که بی بی سی 2 سال پیش انجام داد، 40% زنان و 18% مردان در محیط کار قربانی آزار جنسی بودند. اما راهکار دولت وضع قوانینی برای مبارزه با این مسئله بوده. قوانینی که کارفرما را درباره رفتار کارمندانش مسئول می‌داند و به کارمندان حق شکایت به یک نهاد بی‌طرف می‌دهد. این یک ویدیوی آموزشی است برای شناختن آزار جنسی و راه‌های مقابله با آن. نمونه‌ای از آموزش‌هایی که در بریتانیا کارمندان معمولاً در اولین روزهای کار در محیط جدید دریافت می‌کنند. درخواست از قربانیان برای گزارش دادن موارد آزار جنسی و صحبت درباره آن. با این حال در صورت نبود حمایت قانون و جامعه، بسیاری از زنان همچنان سکوت می‌کنند. از این روزها چند سالی گذشته. شینا شیرانی بعد از صحبت از آزار جنسی توسط مدیرانش مجبور به ترک ایران شد. اومدنم از ایران بیرون به خاطر احساس خطریه که می‌کردم، هم برای خودم هم برای پسرم، به خاطر اینکه اولا که قبلا تهدید شده بودم که دانیال رو یه کار میکنیم که بفرستیم یه جایی که چی نینداخت. من حتی نمیدونم چی بهش میگن. هرچند که 2 مدیری که به آزار او متهم بودند دست کم موقتا تعلیق شدند، او هنوز حتی بیرون از مرزهای کشورش احساس امنیت نمی کند. تو شرایطی هستم که حتی جای خودم رو بازگو نمی کنم برای کسی، به خاطر اینکه می ترسم و می دونم امنیت من هیچ جوری برطرف نمی شه. ما زنا تنها هستیم. یک نفر نبودش که حتی هیچ گونه حمایت، حمایت مالی، حمایت فکری، حمایت روحی، فقط استفاده خبری شد و خدا نگهدار. عنوان کسی که دلم میخواست بگم زنای ایران، خواهرای من، خانومها، قوی باشین، نذارین که مردا بخوان اینجوری ازتون سوء استفاده کنن، ولی اصلا نمیتونم همچین اطمینانی رو به کسی بدم، به خاطر اینکه وقتی که اومدی بیرون و بدون حق و الان بدون عنوان شهروندی، حتی الان بیشتر پایمال میشی و این مسئله هستش که واقعا خطر جدیه برای زنای ما. باران عباسی، بی بی سی. برای بحث درباره این موضوع مهتاد درویش‌پور جامعه شناس و استاد جامعه شناسی در دانشگاه استکهلم از همین شهر سوئد با ماست و سلماز یکدر روزنامه نگار از استانبول. خانم یکدر، از شما اول شروع بکنم. شما تا همین اواخر در ایران کار میکردید، ممکن شما یه مقدار از فضا و تجربتون به ما بگید چطور بود؟ سلام عرض میکنم خدمتتون. ببینید، واقعیتش اینجاست که به عنوان زنی که تصمیم میگیری خارج از خونه تو ایران کار بکنی، زندگی کنی، یه بخشی از ساعت روزت رو بگذرونی، هر لحظه با انواع آزارهای جنسی مواجه هستی. من تاکید دارم که ازش به عنوان آزار جنسی استفاده بکنم، نه هیچ معادل دیگه ای، به دلیل اینکه فکر میکنم استفاده کردن از معادلهای دیگه برای اون چه که پیش میاد از اوپ اتفاقی که میفته کم میکنه. اما به عنوان یک زن روزنامه نگار، تجربه شخصی خودم و تجربه شخصی همکارهای دیگه هم، آزار مداوم در بیشتر حوزه‌های خبری که ما می‌رفتیم و حتی در تحریریه‌ها بود. اما به دلیل ساختار و مناسبات قدرت تقریبا یا بیفایده بود عنوان کردن اینکه مورد آزار قرار گرفتیم، یا عنوان کردنش باعث صدماتی بیشتر و بزرگتر می‌شد. از کار محروم شدن، انواع اقسام اتیکت ها رو خوردن، یا حتی این موضوع که خب حتما تو یک کاری کردی که این اتفاق افتاده، پس ما هم میتونیم با همین رفتار رو داشته باشیم، اگه بقیه میتونن چرا ما نه. و خانم یکدر، فکر میکنید آیا این فقط و فضای روزنامه نگاری در ایران، یا این رو میشه تعمیم داد به فضای شغلی در همه کشور؟ مسلما میشه تعمیمش داد به فضای درون کشور. یعنی این نگاه حاکم بر ذهن کثیری از مردهای ایران که زنی که خارج از چارچوب خانواده و خانه میاد میشه باهاش هر رفتاری رو کرد وجود داره، در این هیچ شکی نیست. اون چه که بدتر میکنه در مورد روزنامه نگارها اینه که آدمهایی که مدعی متفاوت بودن، روشنفکر بودن، رعایت حقوق بشر که حقوق زنان هم ذیلش تعریف میشه، این رفتار رو میکنن. برای اینه که این موضوع آزارنده تر
میشه. آقای درویشپور، این بحث همونطور که خانم یکتر گفتن در ایران فقط محدود به روزنامه نگاران نیست، در سایر جهان هم وجود داره، اما بحث عمده بحث همون بازی قدرت هست، اینکه چقدر قدرت نقش ایفا میکنه در اینکه آزار جنسی صورت بگیره. فکر میکنید در جامعه ایران آیا در این باره وضعیت متفاوته تا بقیه کشورها؟ مهم نیست. اساسا خشونت جنسی یا آزار اذیت جنسی بخشی از مکانیزم اعمال قدرته، یعنی اگر خشونت به طور کلی یک نوع اعمال قدرته، خشونت جنسی آن چه در خانه چه در محل کار نوعی ابراز اعمال قدرته و این آزار و اذیت جنسی رو اساسا به گمان من با اسم دقیقش اگر نام بخوایم ببریم بخشی از خشونت جنسی هستش. و از اونجایی که در محیط‌های کار هرچه زنان در موقعیت به اصطلاح شکننده تری قرار داشته باشن در بازار کار به لحاظ موقعیت شغلی که دارن، امکان این که بیشتر مورد آزار و اذیت جنسی قرار بگیرن بیشتره. یک، هرچه جامعه مرد سالارتر باشه این عادی تر آزار و اذیت جنسی تحت نام شوخی، تحت نام در واقع شاید لاس زدن یا مفاهیمی از این واژه‌ها استفاده میشه که چنین نیست، چون شما بین اینکه دو طرف علاقمند باشن به نوعی از گفتگو رابطه با یکدیگر یک بحثه، اینکه یکی دیگری رو ابژه جنسی بدونه در محیط کار و سعی بکنه از وابستگی اون در محیط کار استفاده کنه برای در واقع آزار و اذیت جنسی یا خشونت جنسی کاملا یک سوء استفاده از قدرت. در جوامع غربی این جرم محسوب میشه، ولی به رغم اینکه جرم هست به شکل اینقدر گسترده هست و جنبش میتو هم دیدین چقدر حتی در کشوری نظیر سوئد اینقدر رواج داره که پیشرفته ترین کشور در حوزه برابری جنسیتی، چه برسه به کشوری نظیر ایران که در اون خشونت جنسی یا آزار و اذیت جنسی ابدا جرم محسوب نمیشه در محیط کار و فرهنگ مردانه تر در اون جامعه و فقدان قوانین حمایت آمیز در واقع دست مردان در این آزار و اذیت جنسی بیشتر باز کرد. مسئله همه گیریش رو گفتیم، ولی ما باید تاکید بکنیم، همونطور که گزارش همکارم باران عباسی هم بود، میزانش در واقع شیوع قضیه هست در مقایسه با کشورهای مختلف با هم. مثلا اینجا در بریتانیا در همون محیط های کاری تقریبا نصف هست نسبت به اونچه که در ایران دست کم بر اساس یک تحقیق ما داریم. اما شما اشاره کردید که جرم انگاشته شده در جوامع غربی، در ایران هم اصلا کلن اساساً هر نوع رابطه جنسی به خارج از ازدواج جرم هست. چطور هست که اون جلوی این رو نمیگیره، جلوی تکرار این اتفاق رو نمیگیره؟ ببینید، آزار و اذیت جنسی الزاماً از طریق سکس که نیست. شما همین که فردی رو از واژه‌های جنسی استفاده بکنید خودش نوعی به اصطلاح جرم محسوب میشه، یا به اصطلاح عامیانه اگر دست به تن اون بزنید یا دستمالی کنید به اصطلاح نوعی جرم هست. ولی در جامعه ایران که فقط رابطه جنسی به اصطلاح خارج از ازدواج که بگذاریم صیغه هم این امکان رو فراهم کرده که بسیاری از این طریق بتونن رابطه جنسی به اصطلاح مشروع از منظر دینی داشته باشن، به معنای همونطور که دقیقه کلمه گفتم آزار جنسی رابطه جنسی دو طرف نیست، آزار اذیت جنسی، بلکه چیزی که بسیار مضحکه در حالی که در سطح جهان رابطه آزادانه دو فرد با یکدیگر نه تنها جرم نیست بلکه تحسین میشه، چه در ازدواج باشه چه خارج از ازدواج باشه، در ایران رابطه عاشقانه و آزادانه اگر در چارچوب قوانین دینی یا قوانین کشور نباشه جرم محسوب میشه، اما آزار و اذیت جنسی که به معنای در واقع تحقیر و اعمال قدرت نسبت به فرد دیگری هست جرم محسوب نمیشه. یه نکته هم اضافه بکنم، متاسفانه خشونت به طور کلی و خشونت جنسی به صورت اخص تنها حوزه ای است که در میان جرایم اجتماعی در کجروی های اجتماعی به جای اینکه به اصطلاح قربانی جرأت بکنه با صراحت از اون سخن بگه، تنها حوزه ای از کجروی و جرم هستش که قربانی حتی احساس ممکنه شرم بکنه و این باعث بشه که در واقع حتی شکایت نکنه. به گمان من میزان آزار و اذیت‌های جنسی در کشورهای نظیر ایران که فاصله قدرت بسیار زیاده، زنان خیلی تحت ستم بیشتری هستن، میتونه به مراتب بیشتر از آن چیزی باشه که گزارش بکنه مردم زنان از ترس یا از شرم راجبش سکوت بکنن و سکوت هم تجدید تولید میکنه. این خیلی جالب هست که گفتید، با توجه به اینکه در همین تحقیق
گفته شده که 66% زنان بیمحلی میکنن، در واقع سکوت میکنن. خانم اکتر، از واکنش آقای عبدی، عباس عبدی، رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران به این قضیه بگیم، میگه که عده‌ای که حساس هستن از ما خواستن که این رو تکذیب بکنیم، و خودش در ادامه میگه که این بحث چون تنها 3% لمسی هست، بیشتر جنسی، در واقع آزار جنسیتی هست تا آزار جنسی. من در آغاز صحبت شما گفتید من هم دارم که اینو آزار جنسی بنامم، ممکنه بگید که آزار جنسی یا جنسیتی اونچه که اسمش رو میذارن به نظر شما یا فرقی با هم داره یا نه؟ کاملا فرق میکنه. ببینیم، ما با آدم های مواجه، یعنی کسانی که آزارگر هستن، تعداد خیلی زیادی از کسانی که آزارگر هستن بیمارانی نیستند که از آزار دادن یک زن یا از اعمال خشونت علیه اون زن لذت ببرن. یک بخش خیلی زیادیشون آدم هایی هستند که واقعا متوجه این که این کاری که میکنند واقعا عنوانش آزار جنسی هست. حالا اگر نخواهیم که عنوان دیگه ای رو مثل تجاوز جنسی براش به کار ببریم، که به نظر من تو خیلی از موارد میشه بهش اصلاح کرد، اینها فقط فکر میکنند حق دارند با زنی که از خونه خارج شده و جز اقوامشون نیست، خانواده نیست، هر جور رفتاری رو داشته باشن. با تعداد خیلی زیادی از اینها که من صحبت میکنم، وقتی که میگین که این رفتارتون مصداق تجاوزه، جا خوردن رو میبینن. به خصوص قبل از این پروژه نیتو، که قبل از اینکه این نیتو شروع بشه، خیلی ها کمتر راجع به این موضوع، به این علنی میدونستن، متوجه این نیستن که کاری که دارن میکنن تا چه اندازه آزارنده. پس فکر میکنید آموزش میتونه کمک بکنه؟ اگه آموزش میتونه کمک کنه، چطوری باید این آموزش صورت بگیره به نظر شما؟ آموزش انشالله به نسل بعد از ما کمک کنه. فکر میکنم دیگه خیلی گذشته از این که اگر تا امروز کسی، هم نسلای من، آموزش ندیده باشن، دیگه احتمال اینکه آموزش ببینن خیلی کمه. آموزش باید از مدارس، حتی قبل از اون، از دوران قبل از مدرسه آغاز بشه. کمایی که داریم کودکان خیلی زیادی رو که مورد آزار جنسی قرار میگیرن، که خب متاسفانه به دلیل فضای فرهنگی و سنتی ایران این اتفاق نمیفته. اما مسئله اینجاست که زنها توانایی ابرازش رو ندارن، به دلیل اینکه مناسبات قدرت به خصوص در روزنامه ها به شکلی چیده شده که اگر بخوان از حوزه‌ای که میرن برای خبر گرفتن شکایت کنن، خب نهایت حمایتی که میشه اینه که حوزه‌شون تغییر میکنه، یعنی کاری رو که دوست دارن رو دیگه نمیتونن انجام بدن. اگر بخوان از ساختار روزنامه انتقاد بکنن، خب به سادگی ممکنه که کارشون رو از دست بدن. بنابراین مجبورن انتخاب کنن بین سکوت کردن، یا یعنی بیمحلی کردن، یا اعتراض کردن و از دست دادن خیلی چیزها، برای اینه که زن رو سکوت میکنن. بحث مهمتر در این زمینه که خیلی هم بهش اشاره کردن، تو این بحث هم بهش اشاره شد، بحث نبود قانونه. آقای درویش‌پور، در مملکتی که همونطور که خانم اکتر هم گفتند، اصلا حضور زنان برای بخش عمده ای از قدرت در جامعه، حضور زن حضور ناشایستی هست. زن باید در خانه بچه داری بکنه، خونه و فضای خونه رو برای همسر مرتب بکنه. آیا میشه امیدوار بود به تصویب قانون‌هایی که بتونه جلوی این اقدامات رو بگیره؟ ببینید، نکته بسیار دقیقی رو اشاره کردید. تو کشوری نظیر سوئد حتی میشد اعضای برجسته آکادمی نوبل سوئد رو به خاطر کوچکترین آزار جنسی، که اونم فیزیکی نیست، به اصطلاح بیرونش کرد، اخراجش کرد. حتی با متنفذترین افراد رو میشه اخراج کرد و مورد محاکمه قرار داد به جرم آزار و اذیت جنسی. اما در کشوری نظیر ایران که یک، کل زنان 14% بازار کار رو تشکیل میدن، بنابراین خود این یک شکنندگی بسیار عمیق ایجاد میکنه. دو، ما با پدیده این به نام فمینیزه شدن فقر روبرویم، یعنی موقعیت تهیدست زنان به مراتب بیشتر از مردان در مشاغل پایین‌تر، در یا نیمه وقت یا به صلاح پیمانکاری یا در موقعیتی که اصلا قدرت ندارن حضور دارن. بنابراین خود این شکنندگی موقعیت زنان در بازار کار در کنار تمام اون فرهنگ خشنتر مردسالار یاری میرسونه به اینکه زنان به سادگی نتونن جرأت اعتراض کنن، حتی اگر قوانین وجود داشته باشه، چه برسه اینکه در جامعه نظیر ایران اخراج افراد خیلی ساده است، مثل کشوری نظیر سوئد یا کشورهای دیگری که قوانین امکان اخراج یک فرد رو محدود میکنن نیست، بلکه برعکس
یک کارفرما، یک صاحب شرکت، یک رئیس میتونه به سادگی به اصطلاح کارمنداشون رو اخراج بکنه. بنابراین فقدان قوانین کاری که تضمین کننده در واقع حضور کارکنان در اونجا باشه و به سادگی نشه اخراج کرد، باز هم مسئله رو بدتر و شدیدتر میکنه. ولی از همه به نظر من مهمتر این که درسته که ما باید موقعیت اقتصادی زنان رو بهبود ببخشیم، در حوزه بازار کار اشتغالشون افزایش پیدا کنه، قوانین حمایتی باید افزایش پیدا کنه، آزار اذیت جنسی جرم شناخته بشه، اما به نظر من یه نکته مهمی رو نباید فراموش کرد. شما به آموزش اشاره کردید، سکوت امروز ازش به عنوان مشارکت در خشونت نام می‌برن. هر کسی که خشونت رو چه جنسی چه غیر جنسی حتی مشاهده می‌کنه ولی سکوت می‌کنه، در واقع شریک در تجدید تولید و عادی سازی اون خشونت. بنابراین اولین قدم پایان بخشیدن به این سکوت است به عنوان خشونت موقوف و از جمله خشونت جنسی الزام. خشونت موقوف. ممنونم آقای درویش پور و خانم اکتر، متشکرم که در این بحث شرکت کردین. یادآور کنم که این بحث آزار جنسی فقط مخصوص خانم ها نیست، برای آقایون هم اتفاق میفته، اما ما در ایران به هر حال بیشتر در مورد خانم ها شاهدش هستیم، برای همین بحث امشب رو هم در همین باره کردیم. اما 2 هفته مانده به انتخابات مجلس در ایران، در حالی که بسیاری معتقدند این انتخابات فرمایشی است و شرکت در آن مشارکت در بازی نظامی است که دستش به خصوص در ماه‌های اخیر بیش از پیش به خون آلوده است، رهبر ایران در سخنرانیش از مردم خواسته حتی اگر او را قبول ندارند به خاطر ایران در انتخابات شرکت کنند. همزمان شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان گفته در تهران فهرست انتخاباتی نمی‌دهد، اما بعضی از احزاب اصلاح طلب با این کار مخالفند و به همین دلیل شورا آنها را مختار کرده که خودشان فهرست بدهند یا نامزد معرفی کنند. اساساً آیا دو قطبی اصلاح طلب و اصولگرا هنوز در دنیای سیاست ایران مفهوم دارد؟ چطور و چرا حکومتی که با نظارت استصوابی روز به روز انتخابات را محدودتر کرده روی حضور گسترده مردم حساب باز می‌کند؟ مجید خیام‌دار گزارش می‌دهد. در 40 سالگی نظام جمهوری اسلامی ایران انتخاباتی دیگر در راه است. این بار شاید متفاوت از همیشه. مقدمات برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در حالی چیده می شود که شرایط داخلی و بین المللی ایران با گذشته فرق دارد. زخم‌های اعتراضات خونین آبان و سرنگونی هواپیمای مسافربری هنوز تازه است. فشار روزافزون تحریم‌ها و عملکرد اقتصادی و سیاسی حکومت به نارضایتی عمومی دامن زده. رد صلاحیت گسترده‌تر از قبل داوطلبان هم شکاف بین مردم و حکومت و حتی بین جناح‌های وفادار به نظام جمهوری اسلامی را عمیق‌تر کرده. در چنین شرایطی انتخابات برای بسیاری بی‌معنا شده، اما حکومت همچنان می‌خواهد مردم پای صندوق‌های رأی حاضر شوند. این تحریم‌های اونها به اضافه بعضی از کمکاری‌هایی که خود ما داریم مشکلاتی برای مردم درست کرده، گلایه‌های مردم دارن. با وجود این، چون پای انتخابات در میان است، چون پای آبروی نظام در میان است، چون پای امنیت کشور در میانه، مردم میان توی میدان. این نشون دهنده عزم ملی، اقتدار ملی و بصیرت ملی است. اساس اسلام هم بر اساس انتخاب مردمه. حسن روحانی هم با استدلالی مشابه استدلال آیت الله خامنه ای از لزوم حضور مردم در انتخابات حرف زده. به نظر من کلید اصلی مسئله برای حل مشکلات جامعه و ایستادگی در برابر دشمنی ها مردم، حضور مردم، وحدت مردم و اعتماد بین حاکمیت و مردم هست. آقای روحانی مانند آیت الله خامنه ای همچنین از لزوم شرکت در تظاهرات سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی برای نمایش حمایت مردمی از حکومت گفت، هرچند طعنه ای هم به طیف رقیب در حکومت زد. فکر نکنیم ما یه جمع کوچیکی هستیم و ما افکار مردم رو هدایت میکنیم. اگر ما نباشیم مردم گمراه میشن. نه، مردم خوب میفهمن، مردم خوب انتخاب میکنن. به موازات درخواست رهبران جمهوری اسلامی برای طولانی کردن صفهای رأی، مخالفان خواهان تحریم انتخاباتند. نرگس محمدی فعال حقوق بشر از زندان پیغام داده که مردم به حرمت خون صدها معترض کشته شده در اعتراضات آبان ماه رأی ندهند.
جمعی از فعالان ایرانی مقیم خارج کشور هم در بیانیه‌ای گفتند شورای نگهبان دیگر حتی تحمل ضعیف‌ترین صداهای مغایر صدای اقلیت حاکم را ندارد و آنان را هم قلع و قمع کرده. این گروه که خود را جمهوری‌خواه تحول‌خواه می‌نامند گفتند که انتخابات و مجلس بیش از پیش نمایشی و فرمایشی شدند. به گفته آنها در شرایطی که حکومت قادر به حل بحران‌ها نیست و صدای مردم جان به لب رسیده هم در سراپرده قدرت بازتابی ندارد، راه دیگری غیر از اعتراض‌های خیابانی نمی‌ماند. یک فرصتی است برای ورود افکار جدید، راه‌های نو در چرخه تصمیم‌گذاری کشور. آیت الله خامنه‌ای امروز با دفاع از عملکرد شورای نگهبان به منتقدان شامل نویسندگان، فعالان فضای مجازی و نمایندگان مجلس هشدار داد که نگویند انتخابات مهندسی شده و در واقع انتصابات است. دبیر شورای نگهبان هم در دفاع از رد صلاحیت گسترده داوطلبان نمایندگی مجلس از جمله ده‌ها نماینده مجلس فعلی گفت سازوکار خودنظارتی مجلس با نام هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان کارآمدی لازم را ندارد. احمد جنتی با این حال گفت انتخابات پیش رو رقابتی خواهد بود. پیشتر شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان از رد صلاحیت حدود 90% نامزدهای خود خبر داده و گفته بود با این وضعیت زینت المجالس انتخابات نخواهد بود. در این شرایط محافظه‌کاران اصولگرا مجلس بعدی را پیشاپیش از آن خود دیدند. اما اینکه این مجلس چقدر پشتوانه مردمی خواهد داشت و چقدر قدرت و استقلال عمل در آینده روشن خواهد شد. مجید خیام‌دار، بی بی سی. اما اوضاع این چند ماه اخیر و ادبیات امروز رهبر ایران به ما چه میگوید؟ آیا آیت الله خامنه‌ای به دنبال مشارکت حداکثری و حضور پررنگ مردم در انتخابات است یا به دست آوردن دل آنهایی که در پی تحولات ماه‌های اخیر از نظام روی گرداندند؟ مرزاد کهن روز گزارش می‌دهد. جمهوری اسلامی ایران به دنبال اتحاد است. دیوار نگاره یکی از مهمترین میدان‌های پایتخت این را می‌گوید. ژنرال ایرانی در صف مقدم، مظهر نظام. پشت سر آحادی از مردم، پیر و جوان، امروزی و سنتی، با حجاب و به قول محافظه‌کاران شل حجاب. تصویر معنادار دیگر این روزها، دیپلمات ارشد ایرانی، به قول مقام‌ها قهرمان دیپلماسی ایران، جلوتر از نظامی‌ها در دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی دافوس. اینجا بار دیگر حرف از پرهیز از دو قطبی سازی در جامعه است. اتفاقی افتاده، دو هفته تا انتخابات، تجدید بیعت با نظام، حالا تمنای شماره یک سران حکومت. علاج مشکل ما با دشمنان قوی پنجه بیرحم بین المللی این است که قوی بشیم. باید قوی بشیم. یکی از مؤلفه های قوی شدن این است که مجلس قوی داشته باشیم. 26 آبان 1398 خیابان مالی‌آباد شیراز. رهبر ایران می داند بخش بزرگی از مردم عصبانی اند. روزی معترضان از عمل کرده رأس نظام در خیابانند مانند آبان ماه، روزی دیگر طیفی دیگر در حمایت از نظام به بهانه کشته شدن قاسم سلیمانی. و روزی به خاطر سرنگون کردن هواپیمای خارجی بر فراز ایران. سیری از تحولات در 3-4 ماه اخیر آستانه تحمل را پایین آورده. زوال اجتماعی پررنگ تر شده. انتخابات آن شور و حرارت را ندارد. بازی با کارت حضور و مشارکت حالا بازی قابل پیش بینی در آستانه انتخابات مجلس. حضور در انتخابات نشان دهنده پشتوانه مردمی از نظام است. به همین دلیل موجب امنیت است. این یک رفراندومی سراسری بر عمل کرده شخص رهبر، نظام، دستگاه‌های زیرفت و فردای پیش رو. مرزاد کوهنروز، بی بی سی. دو میهمان داریم. محمد صادق جوادی حصار، روزنامه نگار از مشهد با ماست و همینطور
فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی از فرانکفورت، خوش آمد میگم به هر دوی شما. آقای جوادی سار، شما توصیه‌تون چیه؟ مردم در انتخابات شرکت بکنن یا نه؟ شما خودتون شدید. مردم ایران و کسانی که همواره انتخابات رو رونق بخشیدن به نظر من خیلی هوشمندانه و گزینشگرانه در امر انتخابات شرکت کردن. امروز هم اگر انگیزه لازم و درک رقابتی بودن و مناسب بودن شرکت در انتخابات رو داشته باشن قطعا شرکت میکنن، و اگر این درک به وجود نیامده باشه، یک استنباط به وجود نیامده باشه و انگیزه لازم برای حضور در انتخابات ایجاد نشده باشه و احساس رقابت، احساس مشارکت، احساس مؤثر بودن در امر انتخابات رو از اونها سلب کرده باشن، قطعا با توصیه به گمان من نیست. الان چه اتفاقی افتاده به نظر شما با توجه به اینکه بسیاری از نزدیکان شما اصلاح طلبان میگن که رد صلاحیت شدن، بسیاری از دیگر طیف‌های سیاسی که اصلا از آغاز هم اجازه شرکت در انتخابات رو نداشتن، اونها از اول هم بیرون دایره قرار میگرفتن، شما خودتون چه میکنید؟ اونها، نزدیکان شما چه میکنن؟ در این انتخابات شرکت میکنن؟ اونطوری که ما اخبار و اطلاعات رو داریم رصد میکنیم، شورای عالی اصلاح طلبان در تهران اعلام کرد که ما در تهران لیست نخواهیم داشت. این تقریبا اولین باری است که به این صورت اصلاح طلبان در کشور احساس میکنن که هیچ شرایطی برای مشارکت براشون باقی نمونده. البته تحریم نکردن، به مردم واگذار کردن، گفتن ما گزینه ای نداریم که ازش حمایت بکنیم، ولی مردم گزینه های مناسب رو اگر میشناسن برن به اون گزینه ها رأی بدن. اصلا گزینه ای داشتن وقتی رد صلاحیت شدن؟ اصلا میتونستن گزینه ای داشته باشن اصلاح طلبان؟ عرض میکنم که گزینه قابل رقابت رو یا تصور نمیکردن یا بازی رو باخته تصور میکردن که گفتن ما در تهران لیست نخواهیم داد. صحیح. در شهرهای دیگر هم همینطوری است. من خودم الان در مشهد شاهدم، همین امشب گروه های متعددی به شورای اصلاح طلبان نامه نوشتن که امکان ارائه لیست در شورای اصلاح طلبان وجود نداره، ما کاندیدای قابل دفاعی رو از حوزه اصلاح طلبی نمیشناسیم و بنابراین در رقابت از پیش باخته شرکت نخواهیم کرد. اینها عوارض و لطماتی است که از این شیوه مواجهه با انتخابات متاسفانه مشاهده میکنیم. به نظرم بله. آقای سرکوهی، شما منتقد ادبی هستید، صحبت امروز آقای خامنه‌ای شنیدید، در عمل شورای نگهبان منصوب آقای خامنه‌ای شمار گسترده‌ای از اصلاح طلبان حکومتی درون حکومت ایران رو رد صلاحیت کرده، پیشتر هم که بقیه کسانی که هر جوری می‌خواستن مشارکت کنن رد صلاحیت شده بودن از آغاز. با این حساب پس چرا آقای خامنه‌ای باز هم میگه بیاین مشارکت کنید؟ ببینید، اولا یه نکته شما اشاره کردین، خودتون صحبت خودتون، انتخابات در ایران هیچ وقت انتخابات نبوده، برخلاف گفته یه مهمان عزیزتون هیچ وقت هم رقابتی نبوده، در واقع فقط جناح‌های گوناگون نظام در انتخابات شرکت میکردن، همه چپ‌ها، لیبرال‌ها، لایک‌ها، نمیدونم کسانی که به مذاهب غیر از سه مذهب شناخته شده معتقد بودن، در واقع بخش عظیمی از گرایش‌های سیاسی ایران از این انتخابات محروم بودن. آیین اصلاح طلب هم رانت این رو می‌خوردن، چون که در واقع شورای نگهبان رقبای اونا رو قانون اساسی رقبای اونا رو خفه کرده، محروم کرده از شرکت در انتخابات. انتخابات هم به معنای آزادی احزاب هست، آزادی رسانه است برای همه، نه فقط برای اصلاح طلب. لذا اینکه ایشون گفتن که انتخابات دارن رقابتی نیست، در واقع تصور ایشون اینه که انتخابات رقابتی وقتی است که جناح اینها هم بتونه سهمی در قدرت ثروت داشته باشه، بقیه گرایش‌های ایران برای ایشون اصلا مهم نیست، اصلا آدم حساب نمیشن و صاحب حق نیستن. اما واقعیت این است که بعدم گفتن که ما تحریم نکردیم اما به مردم واگذار کردیم. این دیگه ورشکستگی یک گروه سیاسی است وقتی هیچ خط مشی نداره، به مردم که خودتون برید خودتون انتخاب کنید، یعنی دیگه ما موجودیت و هویت سیاسی نداریم. دلیل چنین است که خیلی روشن هست، چون الان این جناح هم حذف شده. ببینین، حذف و سانسور مثل بهمنه، وقتی راه افتاد به تدریج بزرگ میشه. یعنی اول مثلا چپ ها، لیبرال ها، لایک ها، نمیدونم دیگر به قول ایشون غیر خودی ها رو میزدن، حالا یواش یواش دامن خودی ها رو هم گرفته و از طرف دیگه
اون کاری که مثلا روحانی نامزد مطلوب این جناح اصلاح طلب بود و بعد دیدیم شکست خورده در همه سیاست ها شد، فهرست امید که اینها ازش طرفداری کردن با قاتلانی مثل دوری نجف آبادی یا مثلا ری شهری و غیره در مجلس دیدیم که چه کرد. به هر حال در واقع میتونه بگه میزان آرا اینها هم کم شده در میان مردم. اما اگر به نطق امروز آقای خامنه‌ای نگاه بکنید، من از نظر همونطور که گفتیم بیشتر متن نگاه میکنم. چند تا نکته مهم در این صحبت او بود. یکی اینکه این قبلا میگفتش که حتی کسانی که حامی نظام نیستن یا حتی کسانی که با نظام مسئله دارن، این جملات خودمونه، بیان به رأی بدن. اما حالا میگه کسانی که از بنده خوششان نیامد، پیام شورش بهمن ما رو گرفته، چون در بهمن در آبان ماه ببخشید مردم علیه او مشخصا شعارهای گوناگون رو مطرح کردند. و همیشه اینطور میشه که در استبدادها یک نفر به تدریج میشه نماد بدیهای استبداد و خشم متوجه او میشه. او حالا میبینیم که اینطور شده. بعد مثل همیشه جمهوری اسلامی هر وقت در تنگنا گیر میکنه و الان هم نگران هستش که شرکت نکنن مردم در انتخابات، به ناسیونالیسم متوسل میشه و به ترسوندن. مفاهیم ناسیونالیستی به کار بود، گفت اگر ایران رو دوست دارید، به ایران علاقمندید، به اصطلاح خواهان حل مشکلات کشور هستیم و گردش صحیح نخبگانی. بعد حالا این میتونست ادامه جمله این باشه که به نماینده های مطلوب خودتون رأی بدید. بعد ادامه جمله این بود که بیاین در انتخابات شرکت کنید تا از اقتدار ملی قوی تر بشه. و بعد هم برخی صحبت های قبلی خودش رو کرد. در مجموع نشون میده که نگران هست و میخواهد که خب مردم در انتخابات شرکت کنن، چون دو تا همه، من فقط این جمله رو بگم، همه نظام های توتالیتر و نیمه توتالیتر مثل جمهوری اسلامی، هیتلر هم همینطور بود، حالا اون توتالیتر بود، نیمه توتالیتر، دو چیز خیلی متکی هستن. یکی راه انداختن تظاهرات مثلا با جمعیت انبوه که بسیج در واقع سازمان یافته است، و یکی هم به کشوندن مردم پای صندوق رأی که نامزدها رو مردم از اونا از میان مثلا نامزدهای مطلوب اونا انتخاب کنن. جمهوری اسلامی هم این روابط. آقای سرکوی، شما به مسائل زیادی اشاره کردین، ولی بذارید من یکی از اونها رو انتخاب کنم با آقای جوادی اسار مطرح کنم. آقای سرکوی میگن اصلاح طلبان ورشکسته سیاسیان، قبول دارید؟ از نگاه ایشون ممکنه اینطوری باشه، ولی من خب قطعا این حرف فرمایش ایشون رو قبول ندارم، چون اگر یک جناحی ورشکسته باشه با جناح ورشکسته که اینقدر حسفی برخورد نمی کنن. الان اصلاح طلبان هم از طرف جریانهای قدرتمند داخل نظام مورد هجمه قرار می گیرن، هم از طرف ورشکستگان سیاسی خارج کشور مثل آقای سرکوهی. ببینید این جوانمردی نیست که شما از هر جا که میمانید بگید اصلاح طلبان ورشکسته هم دزدن. این حرفا یه حرف ما داریم تحلیل انتخابات میکنیم. تحلیل انتخابات کردن به معنی این است که این به معنی نیست که هر چی تو انتخابات اتفاق میفته من قبول داشته باشم یا هر فرمایشی که شما میکنید درست باشه. در داخل ایران جریان اصلاح طلب با همه نقص ها، با همه کاستی ها، با همه معایبی که داشته، هیچ وقت نتوانسته از همه ظرفیتش استفاده بکنه، چون در مراحل مختلف رد صلاحیت شدن. بنده آقای سرکوهی از اول مجلس چهارم که کاندیدا شدم در هیچ دوره مجلس تعیین صلاحیت نشدم، در هیچ مجلسی. من مجلس چهارم کاندیدا شدم، تا همین الان رد صلاحیت شدم، هر دفعه هم به یک بهانه. ولی اینو به شما عرض بکنم، پس چرا باز میرید ثبت نام میکنید آقای جوادی اسار؟ به چه امیدی؟ من برای این میرم در انتخابات شرکت میکنم، چون معتقدم که ما در داخل کشور راهی جز مشارکت و تغییر سرنوشت از طریق اعمال نظر عامه نداریم. ما باید فشار افکار عمومی رو بر جریان‌های حاکم اونقدر زیاد بکنیم که یا اونا به این روش‌هایی که الان دارن متوسل میشن متوسل بشن و صدای مظلومیت جریانی که همواره بر شفافیت، بر قانونگرایی، بر مردم سالاری، بر حکومت قانون تأکید کرده و همواره از همه جناح‌ها مورد نواخت قرار گرفته و ضربه خورده، این حرف به منصه ظهور برسه. و یک مقطع کوتاهی ما در دوره خاتمی توانستیم این رو، بخشی از این ظرفیت اصلاح طلبی رو به جامعه جهانی و به جامعه ایرانی نشون بدیم. من نمیخوام بگم که اصلاح طلب ها هیچ نقصی ندارن، من نمیخوام بگم در حوزه اصلاح طلبی هیچ کوتاهی و قصوری نبوده، بلکه واقعا بخش قابل توجه اصلاح طلبان در کشور معتقد به اینن که دوره
دوره فشار اصلاح طلبانه یا رفتارهای اصلاح طلبانه یا اصلاح حاکمیت از طریق گفتمان و دیالوگهای اصلاح طلبانه داره به پایان میرسه. ما باید به روشهای دیگری متوسل بشیم، نه روشهای اصلاح حاکمیت از درون حاکمیت. اینها داره به پایان میرسه. چه روشهای آقای جوادی رسال؟ شاید هم این بحث شماها رو به هم نزدیک کنه، شما و آقای سرکوی، چون الان بسیاری از افرادی که در خارج از ایران هم هستن همین رو میگن، میگن اصلاح طلبی 20 سال فرصت داشته به نتیجه نرسیده. از این به بعد رو ایران همین 20 سال فرصت نداشته. اصلاح طلبی در 8 سال آقای خاتمی امکان تحقق همه مطالباتش نبود، چون همه اون موانعی که آقای سرکوی بهش اشاره میکنن و ما و شما هم به درستی میدانیم، اونا مانع از تحقق مطالبات اصلاح طلبانه بود. بعد از اون هم دیگه هیچ وقت اصلاح طلبان به قدرت به معنای واقعی کلمه در ایران دست پیدا نکردن. اگر از آقای روحانی هم حمایت کردن، به قول دوستان ما بین بد و بدتر انتخاب کردن و امروز به این استراتژی رسیدن که گزینه بین بد و بدتر دیگه جواب نخواهد داد و باید بریم به روش‌های جدیدتر. روش‌های جدیدتر از جنس تولید گفتمان‌های سازنده‌تر، تولید روش‌های نقد حاکمیت و تأثیرگذاری بر حاکمیت و خروج از قدرته. یعنی اتفاقاً اون کسانی که میگن اصلاح طلبان شیفته حضور در قدرت هستن، اتفاقاً الان دارن با شفافیت اعلام میکنن ما در کنار مردم هستیم، با مردم هستیم، ولی برای انتخابات لیست نمیدیم. ببینید وقتی میگیم ما لیست نمیدیم برای انتخابات، معناش این نیست که ما از جنس سخنان آقای سرکوهی میگیم، بلکه ما میخوام بگه حاکمیت بگیم آقا شما اگه فکر میکنید بدون ما و بدون حضور اصلاح طلبان میتوانید معضلات کشور رو حل کنید، ما در خدمتتونیم، ولی مطمئنیم که این کارو نمیتونید بکنید. آقای سرکوهی من از آقای جوادی سار خواستم که بگن راه حل های اونها چیه، یه چیزهایی گفتن شما هم شنیدین، آیا شما راه حلی دارید؟ اگر بسیاری میگن اگر از صندوق رای راه تغییر در ایران نگذره، راه های دیگر میتونه راه های خطرناکی باشه، آیا شما اصلا با این تحلیل موافقید و فکر میکنید اگر صندوق رای راه تغییر نیست، که به نظر میرسه الان دیگه تقریبا همه، حتی کسانی که در انتخابات سعی میکردن شرکت کنن، هم به این نتیجه رسیدن، راه تغییر چیه؟ ببین من اول دکتر بگم من یه جریان سیاسی یا گرایش سیاسی حزب و فعال سیاسی نیستم که برشکسته شده باشم، من نویسنده هستم. این یک نکته. نکته دوم این که این بحث خارج و داخل کشور هم بحث مسخره است، برای که خیلی هستن که در خارج از کشور مثل اصلاح طلبان و حکومتی فکر میکنن، خیلی در داخل کشور هستن که معتقدن اصلاح طلبان و حکومتی به بنبست رسیدن. اما این که من گفتم برشکسته شدن، خود ایشون الان گفتن، گفت و بنای اصلاح طلبی حکومتی بر این بود که ما در درون حکومت در همین چارچوب قانون اساسی که به اصطلاح بسیاری رو از جمله چپ‌ها لایکان محروم میکنه، در همین چارچوب میخواهیم در همین ساختار کار بکنیم، انتخابات راه بندازیم، نمیدونم بریم در انتخابات شرکت کنیم و بعدم مثلا اصلاح بکنیم کشور رو. خود آقای جواد ایسار الان گفتن این راه دیگه فایده نداره و به بنبست رسیده، باید به راه‌های دیگری فکر کرد. این یعنی این که اساس ماهیت جریان اصلاح طلبی حکومتی برشکسته شد. آقای سرکوی اصلاح طلبی رها کنیم، راه پیش رو چیه؟ اگر شما بخواید در این مملکت تغییر مثبت ایجاد کنید، راه پیش رو چیه آقای سرکوی؟ ببینین مسئله این هستش که اینطور نیست که در سیاست آدم ها بشینن راه حل های مطلوب خودشون رو بگن. سیاست بر اساس امکانات موجود حرکت میکنه. ساختار جمهوری اسلامی در درون این قانون اساسی، بعد با این صندوق رأیی که دیگه الان خود آقای جوادی سار هم میبینه که چه اتفاقی افتاده براش، این به جایی منجر نمیشه. این نمیرسه به تغییرات بنیادی، این نمیرسه به خواسته هایی که مردم دارن. یادمون باشه که مردم در آبان ماه اومدن چه خواستن. مردم میخوان که فقر از بین بره، مردم میخوان تبعیض از بین بره، تبعیض علیه مذاهب، تبعیض علیه زنان، بعد مردم میخوان که شکاف و فقر چیز بشه، مردم میخوان دموکراسی باشه، آزادی احزاب داشته باشه، اتحادیه‌ها، نهادها و غیره. حالا سوال این میشه که در این ساختار چگونه این چنین چیزی که خواست منم هست، یعنی دموکراسی، نه مردم سالاری دینی که آقای خاتمی میگفت، دموکراسی به مفهوم جدایی دین از حکومت، به مفهوم آزادی احزاب، به مفهوم اتحادیه‌ها، سندیکاها و غیره، چطور میشه به چنین چیزی دست پیدا کرد؟ طبیعتاً اینو شما نمیتونید همین امروز به این دست پیدا بکنید. این راه حلی است که مردم خودشون پیدا کردن. مردم با نافرمانی مدنی در داخل کشور
دارن خودشون رو سازمان میدن. امروزه دیگه ما در مثلا جنبش کارگری چهره های شناخته شده داریم که در جنبش به وجود اومدن، نه با اصلاح طلبی و بری رأی بدی آقای اینو سبب به فهرست قاتلان امید، بلکه در جریان بذار از آقای جوادی اسار بپرسم اینا. آقای جوادی اسار، آیا ببخشید آقای سرکوی، آقای جوادی اسار، آیا به فکر میکنید که اصلاح طلبان آمادگی همراهی با خواسته های مردم، اونچه که در آبان مطرح شد، اونچه که در دی 96 مطرح شد، آیا آمادگی همراهی با این خواسته ها رو دارن اصلاح طلبان؟ آیا میتونن در خارج از حکومت بیستن و با مردمی که این خواسته ها رو دارن همراه بشن؟ بخش اعظم اصلاح طلبان همونهایی هستند که در خارج قدرت هستند و بخش اعظم اونها همون 24 میلیون، 20 میلیون، 18 میلیونی هستند که با اصلاح طلبان همراه بودن و اونا تو حاکمیت نبودن، توی قدرت نبودن. ببینید این چیزی که بنده عرض میکنم این است که روشهای تغییر ممکنه تغییر کنه، گفتمان ممکنه تغییر کنه، ولی اصلاح طلبان ماهیتشون اصلاح طلبی است. اصلاح طلب میگوید که ما میخواهیم شرایط رو اصلاح کنیم، یعنی ما از این شرایط راضی نیستیم، این شرایط رو نمیپذیریم، این شرایط شرایط مطلوب ما نیست، این رو میخوام اصلاحش کنیم، درستش کنیم، حالا اسمشو شما هر چی میخوای بذار، ما اینو از این وضع راضی نیستیم. وقتی از این وضع راضی نیستیم و میخوام کنار مردم و با مردم برای تغییر این وضعیت تلاش بکنیم، تحقیقا مطالبات مردم رو دنبال میکنیم، تحقیقا در کنار مردم، اما با گفتمانهایی که قابل محاسبه تر، قابل دیالوگ تر و بتوانیم با حاکمیت از موضع قدرت مدنی و قدرت به چالش کشیدن نهادهای غیر انتخابی بتوانیم با حکومت گفتگو کنیم. ما نمیخوایم حکومت رو ساقط کنیم، ما میخوایم حکومت رو صالح کنیم، میخوایم حکومت رو مطیع امر مردم کنیم. بسیار خوب آقای جوادی اسار، آقای سرکوی، ممنونم از هر دوی شما و ممنون. فردا در مهمترین مسابقه این هفته لیگ برتر فوتبال ایران، تیم‌های استقلال و پرسپولیس در استادیوم آزادی با هم روبرو می‌شوند. مسابقه‌ای که بلیت فروشی آن با مشکلات زیادی همراه بوده و اعتراض کادر فنی هر دو تیم رو به همراه داشته. در آستانه این مسابقه پرسپولیس با 40 امتیاز در صدر جدول و استقلال با یک بازی کمتر و 32 امتیاز در جایگاه چهارم. پوریا ژافره از آخرین آمادگی‌های دو تیم برای مسابقه گزارش می‌دهد. پرسپولیس و استقلال در حالی با هم دوباره روبرو می شوند که فوتبال ایران دوران غریبی را می گذراند. فدراسیون بدون رئیس است و تیم ملی بدون مربی، اما خبر شهرآورد پایتخت همیشه جذاب است، به خصوص برای هواداران این دو تیم. پرسپولیس این روزها علی‌رغم تعویض نابهنگام مربی در میانه های فصل صدر جدول را در اختیار گرفته. همان نفرات کلیدی که در سه فصل گذشته دلیل قهرمانی این تیم بودند امسال هم آماده نشان می دهند. یحیی گل محمدی که به نیمکت تیم ملی هم نزدیک شده بود ترجیح داد جانشین کالدرون شود و به پرسپولیس بیاید. گل محمدی خوب هم شروع کرده، هرچند از علنی شدن ارقام حقوق و پاداش بازیکن‌های پرسپولیس در آستانه این مسابقه اصلا خوشحال نبود. انتشار این ارقام و این قراردادات قبل از دربی، این همه وقت داشتن برای انتشار قرارداد، یه مقدار عجیبه و بوی شیطنت و خیانت شاید میاد. من در حد همین میتونم راجبش صحبت کنم و در اصالت کاری که انجام شده واقعا کار درستی نبوده به نظر من. نه بچه ها مشکل ندارن، گفتم بچه های ما انقدر از لحاظ ذهنی قوی هستن که این مسائل بالاخره تأثیری توی کارشون نخواهد داشت. مشکلات خیلی بیشتر از اینم تجربه کردن و شرط سخت‌تر از این هم داشتن، ولی واقعا سربلند تونستن بیرون بیان. شاید بهتر از گل محمدی، فرهاد مجیدی به عنوان سرمربی استقلال شروع کرده. 3 بازی و 3 برد. مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا و بازگشت به جمع مدعیان، دستاورد مجیدی در همین مدت کوتاهی بوده که جانشین استراماچونی شده. هرچند برای این بازی شیخ دیاباته، یکی از موثرترین بازیکن‌های خودش را نخواهد داشت. آقای دیابات مسلماً بازیکن تاثیرگذاریه برای تیم ما و اینو تو بازی‌های قبلی هم نشون داده، ولی ما تو ساختار دفاعی و ساختار حمله‌مون یه برنامه‌ای داریم که من احساس می‌کنم هر بازیکنی که الان تو استقلال هست تو این تاکتیک، تو این شیوه قرار بگیره، تاکتیک پذیره و می‌تونه همون کاری که آقای دیابات انجام داد و برای ما انجام بده. و با بازیکنام دیروز صحبت کردم، من تنها چیزی که از بازیکنام خواستم تمرکز لازم برای این بازیه.
تمرکز برای بردن. و در حالی که مثل همه جای دنیا حواس دو تیم و کادر فنی و مدیریت آنها باید روی مسابقه باشد، بلیت فروشی اینترنتی سازمان لیگ ایران دوباره دردسر شده، طوری که بعضی ها نگران شدند استادیوم برای مسابقه شهرآورد تهران بعد از مدت ها پر نشود. که فردا تماشاگرای خیلی زیادی بیان در ورزشگاه پشت در باشن بدون بلیت. ما تقریبا من یک دوست ندارم که بگه الان بلیت تهیه کرده. تو این سیستمی که ما الان به راحتی بلیت اینترنتی سینما، بلیت تراکنش‌های بانکی، دیگه واقعا اصلا تو این دور زمانه واقعا خیلی میتونم از کلمه مسخره استفاده کنم. و متاسفانه دوستانی هم که اجرا کننده این کار هستن خودشون رو پاسخگو نمیدونن. بابا یه توضیح بیاین به این هوادار بدین. اگر استقلال شیخ دیاباته را ندارد، پرسپولیس هم شجاع خلیل‌زاده را نخواهد داشت. اما به نظر می‌رسد هنوز به اندازه کافی در دو تیم بازیکن تکنیکی هست که هواداران را برای یک بازی جذاب دلگرم کند. پوریا جعفری، بی بی سی. نتایج نسبی انتخابات مقدماتی حزب دموکرات در ایالت آیووا نشان می‌دهد که پیت بوتیجج، سیاستمداری همجنسگرا و 38 ساله پیشتاز رقابت هاست. انتخابات مقدماتی آیووا دوشنبه به دلیل مشکلات فنی به هرج و مرج کشیده شد و برای همین اعلام نتایج به تعویق افتاد. نامزد نهایی حزب دموکرات بعد از رأی‌گیری در همه ایالت‌ها روشن می‌شود. در انتخابات ریاست جمهوری که 9 ماه دیگر برگزار می‌شود، رقیب دونالد ترامپ خواهد بود. جمیرا برلی از استراتژیست های حزب دموکرات و از اعضای تیم هیلاری کلینتون در انتخابات 2016 از نیویورک با ماست. خانم برلی، به نظر شما بوتیجه چقدر شانس داره و فکر میکنید که با توجه به اینکه سوابقی نشون میده که آیووا میتونه تعیین کننده باشه، چقدر میتونه او امیدوار باشه که 9 ماه دیگه مقابل ترامپ قرار بگیره؟ ممنون از این سوال و ممنون که وقتتون به من دادین. فکر میکنم که در انتخابات قبلی آیووا به عنوان یکی از مهمترین ایالت‌ها دیده شد، ولی اون چیزی که در آیووا الان داریم می‌بینیم تقریبا 1% اون نماینده هایی رو که در انتخابات ریاست جمهوری نقش بازی میکنن رو تشکیل میده. شرایطی که داریم میبینیم چندان مشخص نیست. میدونیم که لاتینوها و آفریقای آمریکایی ها نقش های مهمی ایفا میکنند و بدون حضور اونها در انتخابات به جایی نمیرسه برای دموکرات ها. تا اینجا هم حضور اونها رو نمیبینیم در انتخابات. یعنی فکر میکنید آقای بوتیجج نامزد مورد علاقه لاتینوها و رنگی پوستان آمریکا نخواهند بود؟ اطلاعاتی که ما الان داریم نشون میده که فقط 1% حمایت اونها رو داره در حال حاضر. و حتی در آیووا که الان 72% اطلاعات بعد از انتخابات مقدماتی رسیده، هنوز مونده که تا نتایج کامل برسه به ما. برنی و بوتیجج و الیزابت وارن فکر میکنم خیلی زود هست که نتیجه گیری بکنن از اینکه چه اتفاقی در آیووا افتاده، ولی در این حال باید اینو در نظر بگیریم که آیووا میتونه نشانه ای از آنچه که در کل کشور داره اتفاق میفته باشه. انتخابات رو اگه نگاه بکنیم، 4 نامزد بالا قابل توجه هست آرایشون. آقای بوتیجج هست، بعد سندرز، بعد وارن و بعد بایدن. به نظر میاد که اون کسی که بیش از هر فرد دیگه‌ای به در واقع دموکرات‌های سنتی شناسنامه دار آمریکایی نزدیک است، بایدنه که الان در مقام 4 قرار میگیره. آیا حزب دموکرات دچار یک تغییر عمده ماهوی شده؟ بله، موافقم با شما. فکر می‌کنم یک بحران در حزب دموکرات در حال حاضر هست. ما افراد بسیار جوانی رو داریم که حالا عضو این گروه شدن و این شرایط فرصتیه برای حزب دموکرات که از خودش یه سوال‌هایی رو بپرسه. آیا میخوان همچنان سنتی پیش برن یا میخوان راه رو باز بکنن برای افراد پیشرو که بیان جلو، رنگین پوستان، جوانها و زنان؟ آیا میخوان با شرایطی که در همیشه پیشرفته پیش برن یا اینکه میخوان یه تغییراتی در این حزب ایجاد بکنن؟ و آیا فکر میکنید
جامعه آمریکا آماده این تغییرات هست؟ اگر که یک کسی مثل بوتچج که یک جوان 38 ساله است و هم جنسگرا هست میتونه شانس داشته باشه مقابل دونالد ترامپ؟ من در مورد بوتچج به صورت خاص نمیتونم بگم، ولی فکر میکنم یه موج جدیدی از سیاستمداران در آمریکا حالا دارن میان که در واقع افرادی رو که کنار گذاشته شده بودن حالا پاسخ اونها رو میدن. آمریکا در شرایط بسیار متفاوتی هست. فکر کنید که اگر میخواد بخوایم اینطوری نگاه بکنیم، آمریکا هیچ وقت آماده نبوده برای زنان که رأی بدن، آمریکا هیچ وقت آماده نبوده که بحث خیلی کارهای دیگر رو انجام بده، ولی ما پذیرفتیم که شرایط رو متفاوت بکنیم و از سیاستمدارانمون درخواست بیشتری داشته باشیم و از اونها بخوایم که تغییرات رو برای تمام مردم ایجاد بکنن و نه تنها چند نفری که اون بالا در صدر قدرت نشستند. شما در کنار هیلاری کلینتون در انتخابات 2016 مبارزه کردید، نهایتاً انتخابات رو واگذار کردید، اما به لحاظ تعداد آرا به هر حال پیروز باز هم هیلاری کلینتون بود. فکر میکنید اون کسی که در انتخابات آینده مقابل دونالد ترامپ قرار میگیره چه اشتباهی رو نباید بکنه؟ فکر میکنید اشتباه هیلاری کلینتون کجا بوده که نفر بعدی باید مواظب باشه؟ دو تا چیز رو میتونم بگم که خیلی مهمه برای چند ماه آینده. یکی این که نمیتونیم فکر کنیم که رأی‌ها همینجوری برای ما اومدن. ما نباید صبر کنیم. باید بریم در خونه مردم رو بزنیم و سنتی و غیر سنتی همه باید برن بیان جلو. و باید دیدگاهمون رو در مورد این که دولتی که دونالد ترامپ درش نباشه چه شکلی خواهد بود اون وقت در نظر بگیم. دومی این که باید نگاه کنیم به ایالت‌های اصلی که دونالد ترامپ با اختلاف خیلی کمی برد، نگاه کنیم به فلوریدا، نگاه کنیم به پنسیلوانیا، جایی که من از اون میام، و سوال بپرسیم از خودمون که این مردم به چه چیزایی احتیاج دارن، نیازهاشون رو چطور میتونیم برطرف بکنیم و چطور میتونیم رأی اونها رو به دست بیاریم، نه فقط به خاطر حزب خودمون بلکه به خاطر اینکه جمعیت بیشتری رو بتونیم تحت سیطره قرار بدیم و بتونیم اون خدمات خودمون رو به اون جمعیت برسونیم. جمیرا برلی، استراتژیست حزب دموکرات، ممنونم که در 60 دقیقه با ما بودید. و ممنونم از شما که با این 60 دقیقه همراه شدید. برنامه رو میتونید روی سایت یوتیوب و سایت بی بی سی فارسی مجدد ببینید. شب و روزتون خوش.